سلام دوستان عزیز، زرتشت هستم. خوش آمدید به آکادمی بود پنجم. لایو از لس آنجلس براتون دارم برادکست میکنم. روز خیلی قشنگ و آفتابیه. موضوعی که امروز میخواستم با هم دیگه صحبت بکنیم راجبش اینه که مدیتیشن یک کاری نیست که آدم انجام میده. همه میگن که مدیتیشن it's not an action، یعنی چیزی نیست که آدم مدیتیشن بکنه، یک کار کردنی نیست. حالا اینو میخوام براتون توضیح بدم که منظورم چیه و اینو واضح بشه که برای خیلی ها، چون از من سوال کردن و تمام این سوالایی که من دارم درس میدم ازم سوال میکنن راجع به مدیتیشن و یا مدیتیشن انجام میدن و این به طور کلی یک به طور عمومی سوال خیلی بزرگیه برای خیلی ها. و امروز حالا ما میخوایم آگاهی بیاریم روی این مسئله و اینو خیلی کلیرش کنیم که این داستانش چی هست. در ضمن قبل از اینکه اینو شروع کنم میخواستم ازتون تشکر کنم برای این همه کامنت های خیلی قشنگ به من دادین، ویو کردین و خیلی ممنونم که این ویدیوهای لایوهای من رو اینستاگرام شیرش کردین با دوستان. ازتون خیلی متشکرم. خب این کمک میکنه به تمام دوستان ایرانی ما یا که این سطح آگاهیمونو بتونیم بیاریم بالاتر و در ضمن خودمونو از این دنیای ذهن که همیشه جز زجر و ناراحتی هست میتونیم رها کنیم و به آزادی درونی برسیم و inner peace یعنی صلح و سکوت درونی برگرده به زندگی ما. حالا راجع به مدیتیشن. مدیتیشن یک چیزی نیست که آدم انجامش میده. مثلا مردم میگن که ما مدیتیشن میکنیم، یه گروهی میان جمع میشن با هم دیگه و مدیتیشن میکنن. مدیتیشن یه چیزی نیست که آدم انجامش میده، میکنتش. یک کاری نیست که بره بشینه و مدیتیشن بکنه و این، یعنی اصلا همچی چیزی وجود نداره، اصلا نیست که ما بریم مدیتیشن بکنیم، اصلا همچی چیزی وجود نداره. و الان به طور کلی شما مثلا روی مجله ها یا نشریه‌های گوناگون، عکس‌های گوناگون، اینستاگرام، فیسبوک، همیشه مثلا مدیتیشن رو به یه همچین صورتی شما دارین می‌بینین که مثلا خیلی وقتا یه دختریه که نشسته روی به حالت یوگا، یا بیشتر اون عکس رو می‌بینین که چشاشو بسته، دستاش اینجوریه و توی استیت مدیتیتیو هست. و این یکی از ظاهرهای مدیتیشنه، ولی مدیتیشن قیافه نداره، یعنی ظاهر نداره، یه شکل به خصوصی داشته باشه که ما بگیم مدیتیشن این شکلیه. نه، این نیست. حالا چرا این نیست؟ اینو براتون میخوام توضیح بدم. این کارهایی که، یعنی مدیتیشن به طور کلی یک حالت طبیعی وجود داره که در نیچر آدم، در طبیعت آدم و دور آدم وجود داره و یک چیزیه که خودش به وجود خودش انجامش میدیم. نمیتونیم اینو فورسش کنیم، زور بزنیم که ما مدیتیشن بکنیم. مدیتیشن یه فضاییه که خودش اتوماتیک باز میشه و میاد و این
کارهایی که ما داریم براش میکنیم، یعنی این چیزهایی که سر راه مدیتیشن هست، این خارهایی که سر راهش هست، این تکنیکهایی که داریم استفاده میکنیم برای اینه که راه رو باز کنیم برای مدیتیشن اصلی، نه اینکه این کارهایی که ما میکنیم مدیتیشن باشه. مطمئنم که الان خیلی ها هستن که یه ذره شاید گیج شدن و میگن به خودشون که این منظورش چیه و اصلا چه حرفی داره میزنه، ما متوجه نمیشیم. و حالا من براتون اینو توضیح میدم. خیلی تکنیک ها و روش های مدیتیشن گوناگون در دنیا وجود داره و خیلی در دنیا دارن اینو یا درس میدن یا پرکتیسش میکنن روی مثلا دیلی بیسز و هیچ، یعنی به طور کلی مسئله ای نداره، ولی این کارهایی که ما میکنیم، این تکنیکایی که داریم استفاده میکنیم، اینا خوبه که آدم بدونه که اینا مدیتیشن واقعی نیست. این کارهایی که ما داریم میکنیم اینا آمادگی برای مدیتیشن ولی مدیتیشن نیست. یعنی مثلا من اینجا نشستم و دارم به نفسم توجه میکنم، تمام تمرکزم آوردم روی نفس کشیدنم و مثلا یه بریدینگ اگزرسایز، یه نفس کشیدن تمرینه برای مدیتیشن. یا شما توجهتون میارین روی چشم سومتون یا توجه شادم میاره روی قلب و اینجا که میاد یک کانسنتریشنه، یعنی یک تمرکزیه که کمک میکنه که آدم ذهنش آرامش پیدا کنه و آروم بشه. ولی بازم این کار یا هرچی اکتیو مدیتیشن، مثلا میتونه آدم بپره هوا هو 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 یا برقصه، بخنده، گریه کنه، مدیتیشن ها خیلی گوناگون است. مثلا اوشو 101 مدیتیشن گوناگون داره که اگه برین روی یوتیوب میتونین مدیتیشن های اوشو رو مثلا ببینین. ولی باز اینا هیچ کدومش مدیتیشن نیست. خیلی جالبه نه؟ هیچ کدومش مدیتیشن نیست. حالا چرا؟ واو، اینجا ما پنجره رو باز کردیم و یه دونه حشره خیلی گنده به این گندگی داره اینجا پرواز میکنه. حالا شاید بخواد بیاد تو. خب حالا این داستان چیه؟ بریم وارد این داستان بشیم. شما تجسم کنین، یعنی میرین به یک کنسرت، رفتین و این یه کنسرت موزیک کلاسیکال ایرانیه، سنتی ایرانیه و یه گروه مثلا 15 نفر 10 نفر این برنامه رو ببخشید معذرت میخوام، حواسم رفت به این حشره که داره پرواز میکنه. رفت. خب شما رفتین به یه کنسرت و این یک گروه کلاسیکال سنتی مثلا ایرانیه و یه این گروه 10-15 نفر 7 نفر 8 نفر توش نشستن و شما زود رفتی، یه ساعت و نیم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه شما رفتین اونجا نشستی. این گروه میاد میشینه و شروع میکنه، مثلا ویالونیسته داره ویالونشو کوک میکنه، یعنی گینگ گینگ گینگ، بعد داره این سر چیزشو کوک میکنه، دوباره دینگ 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 داره میکنه. بعد مثلا یک کسی که قرار
گیتار بزنه، این داره گیتارشو، یا ستار بزنه، داره این ستاره رو دینگ 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 دینگ، این داره این وسیله رو کوک میکنه. و هر کسی که اونجا هست یا یکی با فلوتش نیشه هو هو هو، داره اینا این وسایل آلت‌های موزیک رو دارن آماده میکنن برای اینکه کنسرتشون رو انجام بدن. خب این 1 ساعت 45 دقیقه که اینا دارن این دستگاهاشون رو کوک میکنن، اون که کنسرت نیست. یعنی مثلا یک کسی اون مدت اونجاست، بعد برمیگره خونه میگه خیلی کنسرت مزخرفی بود، چون اصلا صدا نداشت، یا هی هر کسی یک کاری بر خودش میکرد. اون کنسرت نیست. اونا دارن 45 دقیقه یک ساعت وسایلشون رو کوک میکنن آماده بشن برای کنسرت اصلی. بعد کنسرت شروع میشه. اینم به همین صورته. این کارهایی که ما میکنیم که میگیم مدیتیشن، اینجا نشستیم ام نمو شیوایا ام نمو شیوایا، یا الله یا الله یا الله، یا به هر چیزی که ما تمرکز میکنیم و روی ذهنمون رو میاریم اون رو که آرامش پیدا کنیم، این کارا هم مدیتیشن اصلی نیست. اینا پریپریشن برای مدیتیشنه. یعنی داریم آماده میکنیم خودمونو برای مدیتیشن اصلی. اینا داریم الان وسیله رو، حالا مثلا شاید 5 سال 10 سال یک کسی میشینه این کارها رو میکنه، ولی باز این مدیتیشن اصلی نیست. ها حالا چیه؟ مدیتیشن اصلی چی هست؟ یعنی چی مدیتیشن؟ مدیتیشن اصلی اینه که شما در این لحظه ذهنت از سر را میره کنار و با اون کاری که آدم داره میکنه یکی میشه و درش دوگانگی وجود نداره، جدایی وجود نداره. حالا یعنی چی؟ مثلا برای مثال اینایی که کارهای آرتیستیک میکنن، اینا خیلی وقتا میرن توی مدیتیشن واقعی. یعنی اولا که همه ما در زندگیمون مدیتیشن کردیم و رفتیم توی اون استیت مدیتیتیو، اون درجه مدیتیتیو وارد شدیم و میشه، چون یه چیز طبیعیه. یعنی نیچر انسان اینه که بره توی مدیتیشن، و منتها آدم متوجهش نمیشه یا نمیدونه یا آگاهیشو نداره که یعنی چی این ما میریم توی مدیتیشن. شما مثلا داری نقاشی میکنی و بعد یه دفعه 3 ساعت میگذره از زمان و از خود بی خود شدی، یعنی اصلا ذهنه اونجا نیست، و در حالی که داری این نقاشی رو میکنی، این شخصی که این این چیز پن، این مداد فارسیش هم یادم رفت، داره باش نقاشی میکنه، با این و با این کنوسی که جلوشه، این پارچه که جلوشه داره اون رو روی اون نقاشی میکنه، این شخص با این مدادش و این کنوسه یکی میشه. یعنی جدایی دیگه وجود نداره و 2 ساعت 3 ساعت میگذره، بعد این نقاش به خودش میاد، میگه ای اصلا نبودم، رفتم. این مدیتیشنه که یکی شدن با اون کاری که ما میکنیم توی اون لحظه و ذهن اونجا نیست. حالا بگی مثلا شما فلوت نمیزنی،
یا نوازنده رو دیدین که دارن موزیکشون رو میزنن، بعد میرن توی یک عالم دیگه. و این طرف که آقا که خانم که داره این نیش رو میزنه، شخص با این آلت موسیقی و با این موزیک میاد یکی میشه، از خود بی خود میشه، یعنی میشه یکی. و اون مدیتیشنه، یعنی در این لحظه با لحظه یکی شدن بدون ذهن. هر عملی که آدم داره انجام میده، مثلا میتونید توی مثلا در آشپزخونه آدم باشه، مثلا داره پیازو چاپ 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 میکنه، گوشتشو داره درست میکنه، داره غذا میپزه، ولی تو ذهنش نیست. و این با اون کاردی که داره گوشتو میبره و اون تختهی که روش داره این کارو میکنه و گوشت و همه چی یکی میشه. یا یه مثال دیگه، شما مثلا رفتین دارین میدوین، اینجا بهش میگن جاگینگ، مثلا دارین جاگینگ میکنی، حالا یا رفتی تو جیم یا توی پارک، این داری میدوی، میری تو زون، یعنی از خود بی خود میشی و یک ساعت 45 دقیقه یک روب میدوی و فکر توش نیست، یعنی ذهنت نمیاد بگه من خستم بسه که این تموم میشه، یا مثلا داری فکر میکنی راجع به پرابلم های زندگیت که باید اینجا پول بدم یا نمیدونم بچه هم باید برم از مدرسه بردارم. تو با این، یعنی اینی که داره میدوه، این بدنش با کفشاش، کفشای دو و زمینی که دوش داره میدوه و طبیعت دورش، این یکی میشه. اون مدیتیشنه، یکی شدن با اون کاری که ما درش انگیج میشیم. مثلا خب رانندگی، شما مثلا شده از مثلا تهران میری چارلوس، نمیدونم 3 ساعت و نیم 4 ساعت رانندگی داری، بعد میرسی چارلوس، بعد یا میگی که اصلا نمیدونم چجوری اومدم اینجا، یادم نمیاد. یعنی 4 ساعت رانندگی کردی، همه کارات هم درست انجام دادی، مثلا اگه ماشین دنده یه دنده عوض کردی، علامت زدی، از یکی سبقت گرفتی و این پیچیدی، هیچ، همه چی پرفکت، یعنی کامل درست انجام شده، ولی یادت نمیاد. یعنی با ماشین و جاده و این طبیعت دورت همش شده یکی، یه دونه شده و این به صورت کامل اتفاق افتاده. این کارایی که ما میکنیم، جامپینگ جک میپریم نه، یا مثلا میشینیم تمرکز میکنیم، توجهمون رو میاریم روی چشم سوم، یا توجه رو میاریم روی قلب یا روی نفس کشیدن، اینا همه preparation for meditation، یعنی اینا داری آماده میکنه آدم خودشو که meditation بیاد، یعنی زمینه رو داره درست میکنه برای meditation. meditation رو نمیشه force کرد، نمیشه زورش کرد، اینکه meditation یه چیزی نیست که آدم میکنه. من مدیتیشن میکنم، مدیتیشن یک کار نیست که، اکشن نیست که مثلا من برم مدیتیشن بکنم، مدیتیشن انجام بدم، مدیتیشن نمیشه انجام داد. مدیتیشن یه چیزیه که خودش میاد، خود این تمام کارهای دیگه‌ای که ما برای مدیتیشن میکنیم، اینا آمادگی برای مدیتیشن اصلی. مدیتیشن اصلی قیافه‌ای نداره،
یعنی اینجوری نیست من نشستم، این یکی از قیافه های مدیتیشنه، ولی فقط یکی از میلیون ها قیافه های مدیتیشن اینه، ولی اون این مدیتیشن نیست. مدیتیشن واقعی میاد، خودش میاد، خودش وارد زندگی آدم میشه و آدم متوجه میشه که وقتی که داره یه کارهایی میکنه با اون کار یکی شده. که امروزه مخصوصا برای نسل جوانتر خیلی مشکله، برای اینکه خیلی دیسترکشن زیاده. یعنی برای انسان مدرن، حالا اونایی که سناشون بالاتره اونم همینطوره، ولی اونایی که سناشون پایینتره چون اولا خب تارگت هم، یعنی تمام این چیزایی که داره برادکست میشه، تمام بعد با این دستگاه ها ما داریم کار میکنیم، این الکترومگنتیک ویوایی که داره توی آسمون هست و داره میاد میره، این همه اینا سریع کرده طرز فکر رو، چون اطلاعات خیلی سریع شده و قابل دسترسیه. یعنی الان یکی مثلا توی نمیدونم یکی مثلا تو آفریقا یک کسی یک کاری کرده، این فوراً توی دو ثانیه میاد روی اینستاگرام ویدیوش یا خبرش میاد روی یکی از کانال های خبری و شما میبینی که اونجا چه اتفاقی افتاده، چون خیلی سریع الان داره اینا ترافل میکنه، یعنی مسافرت میکنه این برانور. حالا وارد این بحثم الان تا یه مقدار من میشم براتون توضیح بدم. 100 سال پیش ما مدیتیشنی که میکردیم خیلی ساده بود، برای اینکه ذهن انسان‌ها اینجوری به این صورت سرعت نداشت، خیلی ذهن‌ها آروم‌تر کار می‌کردن، برای اینکه اطلاعات کمتر بود و اینجوری که الان ما اکسپوز هستیم، یعنی این الکتریک مگنتیک ویوایی که یعنی از پل‌های تلفنی، یعنی مثلا 5G و اصلا این چیزای ستونای تلفن هستن که اینه، مثلا تلویزیون، رادیو، اینترنت، هر اونه که آدم میره یه مودم داره، راوتر و اینا داره، بعد یه وسیله اینترنتی وجود داره که این فریکونسی ها الکترومگنتیک ویو اینا ترافل میکنه، میاد دستگاه میگیره، بعد این موبایل، این لپتاپ، کامپیوتر اینا، تمام اینا اینو میکشه، برق، این یخچال، تمام مایکروویو، نمیدونم این ماشین لباسشویی، تمام این چیزا که برق میگیره کار میکنه و تمام این دستگاه هایی که داره میفرسته مثل رادیو و گیرنده است، اینا باعث میشه که و سرعت تکنولوژی که اطلاعات میتونه خیلی سریع از یه جایی بره به یه جای دیگه ای، این تمام اینا یک انسان مدرن تحت تاثیر این الکترومگنتیک ویو هاست و برای همینه که ذهنا چون به نظر میاد که زندگی سریع شده، تون داره میره جلو، خیلی ماشینی شده، خیلی سریع شده همه چی. مثلا شما میخوای بری قهوه بخوری در اینجا در آمریکا، مثلا میخوای بری ستارباکس قهوه بگیری، دیگه ماشینت پیاده نمیشی، درایو ثرو با ماشینت میری اونجا و
قهوه تو سریع میگیری میری، یا مثلا میخوای بری مکدونالد همبرگر بگیری، سوار پیاده نمیشی هم باشی، این درایو ثروه. مثلا ازدواج که میکنی، ازدواج هم مثلا درایو ثروه، مثلا تق ازدواج میکنه طرف، یه سال بعد یه سال این طلاق میده. مثلا قدیم که مثلا یک دو نفر با هم ازدواج میکردن 30 سال 40 سال یا تمام عمرشون با هم میمونن، همه چی خیلی فسته، تک 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 ریلیشنشیپ ها، و یه کسی مثلا آدم دوست میشه یا با اون اپوزیتش، یعنی مثلا یه مرد با زن، زن مرد با هم دیگه آشنا میشن، خیلی فوراً عاشق میشن و دادادادا، بعد فارغ میشن، تموم میشه میره پی کارش. همه چی خیلی تونده، یعنی تک 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 تک، و اگه یه ذره سلو باشه کسی حوصله‌شو نداره، مخصوصا نسل جوان‌تر که پروگرامش کردن که بی‌حوصله باشه. برای همینه که یک سری مثلا میگن اینا مریضی ایناست که ADD یا ADND، که نه حالا امروزه بچه ها رو بهشون دوا میدن که کانسنتریت کنن. یعنی یه چیز پروبلمایی بود که مثلا 30 سال 40 سال 50 سال پیش اصلا وجود نداشت، و الان مثلا اینا یه سری مثلا پروبلمایی وجود داره. البته اونم یه داستان دیگه است که یه دفعه دیگه من واردش میشم. خب حالا مثلا 100 سال پیش چجوری بود؟ چطوری اطلاعات از یه جایی میرفت یه جای دیگه؟ یه کسی مثلا میرفت، اینا قدیما تمام شهرهایی که شما ببینین که قدیمیه، البته تو آمریکا ندارن، اینا از بین بردن، اینا رو سنتر آف تاون، یعنی اون مرکز شهر رو که معمولا یه چی دایره شکلیه، یعنی یه دونه فلکه یا یه چیز به اون صورته، تمام شهرها خارج از آمریکا شما اینو میبینین که یه منطقه هست که مردم میان اونجا همدیگر رو میبینن، یا مثلا یه دونه فخفاره هست که میان میشنن بستنی میخورن، کباب میخورن، چای میخورن. این حالا قدیما طرف مثلا بزشو، مثلا یه گوسفند داشت، میخواست گوسفندشو بیاره به مرکز این شهر و اینو مثلا بفروشه پنیر بگیره، یا مثلا بفروشه برای چرم یا یه چی، یعنی بارتر میکردن، یعنی میومدن اونجا در یک مرکز بازار مثلا یه همچین طوری، و با هم دیگه عوض بدل میکردن. بعد اونجا اطلاعات میدادن، مثلا یه میگفت که اوکی شما مثلا از بگیم که مثلا یه رو از کرج اومده تهران، یا مثلا از قم اومده تهران، یا مثلا از تبریز اومده تهران، بعد اونجا مثلا میگه خب اونجا چه خبره، چه اتفاقایی میفته، این دو نفر با هم دیگه مثلا میگه آره ما مثلا سیل اومده، یا امسال خوش سالی بوده، یا امسال خیلی سال خوبی بوده، مثلا از نظر کشاورزی خیلی عالی بوده یا بد بوده یا هرچی. اینا اطلاعات و اینا وربالی با هم دیگه اکسچنج میکردن، چون سلفون وجود نداشت، موبایل وجود نداشت، این چیزا وجود نداشته که مثلا تق این اطلاعات بره، رادیو نبود، تلویزیون نبود 100 سال پیش به این صورت، اینا همشون مدرنن. پس ذهن این آدم خیلی یه مدیتیشن معمولی، مثلا یه بریدینگ اگزرسایز که به نفس توجه بکنی و بریدینگ برید آت بکنی، این براش کافی بود، این ذهنش آرامش پیدا میکرد. یا طرف مثلا داره کشاورزی میکنه توی فیلده، توی زمین های کشاورزی کارشو میکنه، با کاری که داشت میکرد یکی میشد، یعنی ذهنش یه جای دیگه نبود که این همه اطلاعات باشه. الان این آدم ها مخصوصا نسل جدید بمبارون شدن
با اطلاعات 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 این اینجا اون اینجاست. برای همینه که اصلا میخوای با خیلی ها که جوانترن بشینی حرف بزنی اصلا کانسنتریشن وجود نداره، تمرکز وجود نداره. حالا بزرگترها هم الان اینجوری شدن، اونه که سنشون بالاتره اونا هم تحت یعنی ذهنشون نمیتونه بشینه میشینه برای باید صحبت میکنه. من خیلی اینو میبینم و صحبت میکنی مثلا یه سوالی ازت میکنن تو جوابشو داری میدی، بعد 30 ثانیه بعد یا یه ثانیه بعد دوباره همون سوالو طرف ازت میکنه، بعد دوباره اونو توضیح میدی، بعد دوباره 2 دقیقه بعد دوباره همون سوال میکنه. یعنی چی؟ یعنی این خیلی واضحه که من الان که دارم باهات حرف میزنم تو ذهنت یه جای دیگه است و نشنیدی من چی گفتم، بعد دوباره همون سوالو میکنی چون اونجا نبودی، یه جای دیگه بودی، ذهنت رفته یه جای دیگه. و این خب الان یه اپیدمیکه، یه پروبلمه، یعنی پروبلمه که انسانها دارن، نمیتونن اینجا باشن، بلد نیستن که چجوری اینجا باشن، در صورتی که وقتی اینجا بوده جوس اصلی یعنی اون زندگی اصلی جوس جوس مثلا اورنج جوس یعنی آب پرتقال. اوکی شما چند تا پرتقال گرفتی جوسش، وقتی آب پرتقال تازه رو میخورید چقدر خوشمزه است، چقدر خوبه. این جوسه، جوس لایف. اصل زندگی اینه که وقتی اینجا هستیه تو این لحظه است. زندگی تو این لحظه آدم وقتی یاد میگیره اینجا باشه امیزینگه، چون هیچ وقت خودش رو تکرار نمیکنه، همش نوه، همش جدیده، هی داره این ریکرییت میکنه خودشو، این خودشو ریفرش میکنه. مثل کامپیوتر شما تق میزنی این خودشو ریفرش میکنه، ولی وقتی یاد گرفتی اینجا باشی تو هر چی، تو هر کاری که داری میکنی، بعد اینجا لحظه حالا ممکنه خوب باشه، لحظه ممکنه بد باشه، ممکنه مثلا یه اتفاق بدی برای آدم داره میفته، یا مثلا تو لحظه درد داره آدم. این که میگن تو لحظه هستی دلیل نمیشه که همیشه تو لحظه همه چی خیلی خوبه، نه، تو لحظه ممکنه یک اتفاق داره میفته که درد داره برای آدم، ولی توی لحظه هستی، یعنی اون تجربه تو میکنی تو اون لحظه، بعد دیگه این تجربه که گذشت و رفت دیگه بهش وصل نیستی که هی اینو برگردونی دوره توی لحظه بعدی. یه اتفاقی افتاده تموم شده رفته، حالا میره به لحظه بعدی، لحظه بعدی، لحظه بعدی، لحظه همیشه تک 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 تو اینجا داره اتفاق میفته. لحظات گذشته وجود ندارن. کجان؟ من حالا اینو یه دقیقه بگیرمش، یه 5 ثانیه 10 ثانیه پیش کجاست؟ نیست. بعد لحظه های آینده هم که ما دوست داریم راجع به آینده فکر کنیم که آیا چی میشه وجود نداره. این وقتی که شما میخوای به آینده فکر کنی آینده وجود نداره، آینده لحظه های گذشته است که ذهن اینا رو پروجکت میکنه. برای همینه که اگه آدم به خودش نگاه بکنه به عنوان مدیتیتیو میبینه که هیچ وقت اصلا غیر ممکنه که شما بتونی راجع به آینده فکر کنی بدون استفاده از گذشته. غیر ممکنه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. هیچ کس در دنیا نمیتونه با آینده فکر کنه و از گذشته استفاده نکنه. آینده گذشته است، یعنی آینده وجود نداره، اصلا هیچ وقت نداشته، آینده وجود نداره، اصلا نیست، فقط یه پروجکشنه. یعنی ما ذهنه داره پروجکت میکنه یه چیزی رو و اونی که داره پروجکت میکنه با آینده از تجربه قدیم بوده که اینا رو برمیداره، ترساش، وحشتاش، شکاش
یا خوشیش هرچی اینو پروژکتش میکنه به آینده. اینه سمت چیزی وجود نداره. این وقتی که ما یاد میگیریم که وارد مدیتیشن بشیم یا زمینه رو درست کردیم، یعنی این تکنیک هایی که ما استفاده میکنیم که خیلی مدیتیشن های گوناگون داره، من خودم کلی مدیتیشن های گوناگون دارم که توی کارگاه همون اینا رو ما استفاده میکنیم، ولی در واقعیت اینا مدیتیشن نیست، اینا پریپریشن برای مدیتیشن، یعنی آمادگی مدیتیشن. مدیتیشن اصلی یه چیزیه که به عنوان طبیعی خودش میاد، ما داریم زمینه رو آماده میکنیم که این تکنیک هایی که ما داریم استفاده میکنیم، این تکنیک ها برای مدیتیشن نیست، این تکنیک ها برای اینه که این ابستیکل هایی که تو راه داریم، این خارهایی که چیزایی که تو راه داری رو از اینا رو از راه ببری بیرون، که مدیتیشن اصلی به خودی خود اتفاق میفته. پس مدیتیشن یه چیزی نیست که آدم میکنه، مدیتیشن نمیشه کرد، مدیتیشن نمیشه انجام داد، من مدیتیشن میکنم. مدیتیشن یه چیزیه که خودش به خودی خود میاد. این کارهایی که ما داریم براش میکنیم، اینا آمادگی برای مدیتیشنه، اینا مدیتیشن نیست. مدیتیشن واقعی یعنی شما در ذهن و قلبت با این لحظه یکی هستی. من یادمه که سندیگو زندگی میکردم، تو دریا میرفتم شنا، تو لاهویاکوف. بعد مثلا دو تا چیز بود، مثلا یکیش بود نیم کورتر آف مایل، یک چهارم مایل بود، یه دونه بوگی دیگه بود که روی نیم مایلی بود. بعد من مثلا تو دریا داشتم شنا میکردم، مثلا یه مانترا، یه ذکر میگرفتم، ترجم میرفت روی چشم سومم، دارم همینجوری شنا میکردم. مثلا یه از وقتا 20 دقیقه نیم ساعت توی دریا، چون دریاش آروم بود، کوف بود، یعنی یه بی بود، خیلی خطرناک نبود، بیشتر وقتا آب صاف بود و تمام این شناگرها میومدن اونجا شنا میکردن، من که آسون بود. و شما توی این داری شنا میکنی توی این، و میرفتم توی مدیتیتیو زون، یه دفعه نیم ساعت 20 دقیقه طول میکشه، تا 20 دقیقه خیلیه تو دریا آدم بره وسط دریا، و اصلا یعنی ذهن نبود که من دارم شنا میکنم، بعد یه ذهن میاد شاید میبینه اصلا کجا هستی و اصلا چی شد، من یه مثلا یه فکر میاد که نکنه یه کوسه بیاد اینجا، یا نکنه من خفه بشم، یا یه فکر میاد، بعد یهو دوباره برمیگردی به جدایی، یعنی از اون داری شنا میکنی با مایوت، با آب، با ماهیا، با موجها، با همش یکی شدی و دیگه کننده اونجا وجود نداره، اون کسی که داره این کارو میکنه انجام میده وجود نداره، یعنی این داره یک اتفاقی داره میفته ولی on its own accord، یعنی خود به خودی خود داره این اتفاق میفته و توی این اتفاقی داره میفته، این it happens که مثلا این بادیه، این بدنه، این شخص، مثلا یک کسی به نام زرتشت با این توی آب، با مایوش و آب و ماهیا و موج و هوا، این همش میشه یکی، یعنی کننده وجود نداره، یه کسی که داره یه کاری میکنه، یه کاری داره انجام میشه ولی کسی این کارو نمیکنه، به
خودی خود داره اتفاق میفته و اینو شما همه مردم دنیا تجربه کردن. اصلا این چیزی نیست که یکی از، مخصوصا وقتی که آدم بچه هست، وقتی در جوانتر بچه هست، قبل از که ذهن خیلی قوی بشه، اگه بچه ها رو نگاه بکنید توی لحظه هن دارن بازی میکنن، میدونن، جیغ میزنن، گریه میکنن، با هم دعوا میکنن یا میخندن، سک سک میکنن، با هم قایم موشک بازی میکنن، هرچی، توی لحظه هستن. اینا خارج از این لحظه نیستن، نه تو آیندن که فکر بسن راجع به آینده فکر کنن که مثلا چی میشه، نه تو گذشتن که چه اتفاقی افتاده. توی این لحظه بری میبینیشون. خب معلومه eventually در زمان اینا رو ما کاندیشن میکنیم. یعنی بزرگا اینقدر با چکش میزنن تو سر بچه‌ها، این یعنی متافوره، نمیگم در واقعی همچین کاری میکنن، ولی تق تق میزنن که فکر کن آینده تو بکن، فکر کن چی میشه. دیدیم دیگه برامون اتفاق افتاده که این باعث میشه که فورس میکنه که این بچه یواش یواش کاندیشن بشه، یعنی از این لحظه بیاد بیرون و دیگه تو این لحظه نباشه و بره به آینده فکر کنه. بعد سالها میگذره، ما راجع به آگاهی میاد و اصلا یه چیزی رو میشنویم به نام مدیتیشن. بعد اون وقت شروع میکنیم این کار انجام دادن که چی؟ که این ما رو برگردونه به جای اولمون، یعنی به اون natural state که توش هستیم، natural state خودمون، یعنی حالت طبیعی اصلیمون، یعنی یکگانگی با تمام چیزایی که اینجا هست، یکی بودن، نه در دوگانه. حالا یه چند لحظه با هم در سکوت باشیم و برگردیم اینجا. من این هوای خیلی خوبی امروز در هوا کردم، این هم تمام این حشرات دارن میان تو سکرین نداره. دوباره ما دیسکانکت میکنیم، یعنی قطع میکنیم این رابطه رو با ذهن و برمیگردیم به اینجا، یعنی توجهمون رو میچرخونیم اینجا. حالا یک انرژی میخوایم با هم دیگه به صورت کلکتیولی، چون خیلی ها بر من می‌نویسن که آقای زرتوش انرژی بفرست، من خیلی گیر کردم، کمک احتیاج دارم، بر من توضیح بده که چیکار میکنی یا به من کمک کنی. و خب من خیلی متشکرم از همه که اینقدر عشق و محبت و توجه به من میدین. خب خیلی آدم انکوریجینگ، دلش میخواد که وقتی که میبینه که دوستان تشکر میکنن و اپریشیت میکنن کارتو، خب دلت میخواد نچولی بیشتر بدی، بیشتر شیر کنی با دیگران. ولی خب
این که به خاطر مثلا انفرادی من میخوام دونه دونه با تمام دوستای اینستاگرام یا فیسبوک یا یوتیوب و همه زمان تو بذاری کار کنی یه چیز غیر ممکنیه، یعنی نمیشه. برای همینه که بهتره اینه که ما یاد بگیریم با هم کلکتیولی، یعنی با همدیگه این کار رو انجام بدیم. که خیلی ها میپرسن که برای ما انرژی بفرست. اوکی. و من خیلی خوشحالم که توی یک پوزیشنی تو زندگیم الان وجود داره که میتونم با عنوان یه دونه کانال، یعنی یه آنتن، یه هیلر، این شفاگر، یه مثل یه از خودش انرژی نداره که به کسی بده، انرژی کیهانیه که از این به عنوان آنتن میشه شفاگره و این اتوش رد این وایبریشن ها، یعنی این فرکانس ها، این ارتعاش ها از توی این آدم مثل آنتن تلفن یا آنتن های بزرگ مال برادکست، این ازش رد میشه میان، ولی شخص نیست که داره این کار میکنه، این انرژی کیهانیه که از طرف رد میشه و ترانسمیشن اتفاق میفته. یعنی این فقط یه آنتنه، خودش تصمیم نمیگیره که انرژی خوب به کسی بده، اوست این انرژی که تو دنیا وجود داره، این یه کره انرژیه، این پلنت، این کره پر از انرژیه و خوبه که ما یاد بگیریم که از این انرژی استفاده بکنیم و بتونیم این انرژی رو کانالش کنیم، بفرستیمش بیرون. حالا برای این کار و برای اینکه کار شفا آدم شفا بگیره خودش و دیگران، باید اومد تو قلب. من الان مثلا خیلی ها با من تماس میگیرن که های زرتوش مثلا روی چشم سوم، چشم سوم میشه باز کرد، چشم سوم ما رو باز بکن، برای ما برنامه بذار برای چشم سوم. من اینو در آینده خواهم گذاشت، ولی چشم سوم باز شدنش اگه از ذهن آدم بره چیز خطرناکیه، یعنی اصلا به درد نمیخوره. چشم سوم باز قلب وارد شد، یعنی قلب باید باز شه. حالا قلب باز شدن یعنی چی؟ یعنی من خودم رو دوست ندارم، خودم رو به خودم عشق ندارم و توی ذهنم هم دائم. این چشم سوم باز شدن خیلی اصلا کمک نمیکنه به آدم، بدتره، خطرناکه. من دیگر برای کسی نمیکنم که قبل از اینکه قلبش باز بشه، چون دیدم توی این همه سالایی که کار کردم چه اتفاقی میفته. ما نمیخوایم، میخوایم یه کاری بکنیم، یه چیزی رو یاد بگیریم و به یه جایی برسیم که کمک کنه، نه اینکه بدتر کنه سیچویشنمونو. و هیچ مستری، هیچ کسی که در دنیا رسیده، یعنی او رو در خودش پیدا کرده و یکی شده با او، از ذهن نتونسته بهش برسه. و اینکه این یه چیز ذهنی نیست، مثل مدیتیشن واقعی چیز نیست که بتونی به کسی درسش بدی. کم این که مثلا 100 سال پیش ما مدیتیشن های خیلی ساده داشتیم، الان مدیتیشن های ساده کار نمی کنه، باید مدیتیشن های سافیستیکیتد آدم بیاره. چرا؟ چون زمان سریع شد، ذهن ها هم کامپلیکیتد شدن، این ذهنه دیگه چیز نیست، ساده نیست. مثلا میتونی ببینی اینجوری که مثلا آدم با مردم حرف میزنه یا با حرف میزنه، هیچ وقت اون چیز واقعی رو بهت نمیگن، همه چی لیرد. یعنی مثلا یه چیزی مثلا یکی میخواد بگه، حاشیه صد تا ایمانور میره، یعنی اصل مطلب نمیاد بیرون. برای اینکه این کلیر نیست، کلیر نمیتونه باید صحبت کنه.
بعد صد تا لیر روش خودش هم نمیدونه این داستانا. توی رابطه هم همینجوری میشه، همین که همه چی به هم میخوره، چون مدیتیشن وجود نداره توش، کلاریتی نیست ذهنه، که ذهنه داره دیوونه میشه از افکار، فکر 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 فکر، استرس استرس استرس. برای همینه که تا آدم نیاد اینجا، نیاد به این سپیس، اینجاست نه اینجا، باید بیاد اینجا. اینجا یعنی چی؟ یعنی توجه برمیگرده به خود و شما میای اینجا و میای و میبینی که او پرزنس، وجود خداوند، یک انرژی فیلد، یک عشق که وجود داره. این یک کلمه نیست، یه حرف نیست که عشق و عشق بده خودتو دوست داشته باش. اینجوری اونم باز وربال نیست که یک کسی به یک کسی بگه خودتو دوست داشته باش، من بگم چشم. نه، باید از اینجا یه مایگریشن از head to the heart، یعنی از سر آدم بیاد به قلب و ساکت شه، سکوت میخواد، بره تو سکوت درونی و بیاد به قلبش. بعد از اینجا شفا اتفاق میفته، او خودشو نشون میده، او ظاهر میشه، اینجا هست همیشه، نه اینکه نباشه. ما نمیتونیم ببینیمش، ما نمیتونیم احساسش کنیم، چون همش تو ذهنمونیم، تو قلبمون نیستیم. حالا میخوایم الان یه مدیتیشن، اینکه دلمون باز شه، قلبمون باز شه، ما یه مدیتیشن با هم دیگه میکنیم. مدیتیشن یه پریپریشن، یعنی آمادگی بر مدیتیشن واقعی، که اینو برای اینه که ما این انرژی شفا رو از درون خودمون رها کنیم و فعالش کنیم. مخصوصاً با همدیگه این کار میکنیم و الان میگیم که اوکی، این اینتنشن ما اینه که این ما کلکتیولی، و اینکه کاری یه نفر نیست، با هم باید اتفاق بیفته، همه با همین، با هم باید دست به دست هم دیگه بدیم و با هم دیگه وارد حوزه واحد بشیم. یعنی یه نفر مثلا بگیم بیاد اینجا منو سیف کنه، اگه کسی نخواد کمک کنه فایده نداره، نمیشه، مثلا غیر ممکنه. هر کم بیاد بگه که من میتونم، دروغ میگه و اصلا نره. چرا اون کارو بکنم؟ چرا خودمون با هم دیگه این کارو نکنیم؟ چرا با هم دیگه یاد نگیریم این کارو بکنیم؟ خب ما الان میایم اینجا، یه نفس عمیق رو میکشیم و دایف میکنیم، میایم تو قلبمون. بعد یه چیزایی من میگم، اگه شما مایلین اینا رو تکرار کنیم. بعد توی این کار ما یک انرژی باز میشه، دروازه دریچه باز میشه و این قدرت شفا میاد بیرون و الان ما میگیم که ما میخواییم این شفا رو کلکتیولی برای تمام کسهایی که توی دنیا هستن یا مملکت خودمون هستن، این اونایی که سرطان دارن، بگیم که الان ما میریم توی یه فریکونسی، یه دونه ارتعاشات و نوسانات انرژی که این روی سلولای سرطانی اثر میذاره. اوکی؟ با هم دیگه میخواییم بریم اونجا و میخواییم این انرژی رو درون خودمون فعال کنیم. لطف کنیم چشاتون ببندین، ذهنتون رو بچرخونین به درون و پشت سر من اینو تکرار کن: من خودمو دوست دارم، من همه رو دوست دارم،
من خودم رو میبخشم، من همه رو میبخشم. برای اینکه من نور هستم، برای اینکه من عشق هستم، برای اینکه من او هستم، خدا هستم. برای همینه که خودم رو دوست دارم. و برای همینه که خودم رو میبخشم. برای همینه که همه رو دوست دارم. و برای همینه که همه رو میبخشم. من به عشق میگم بله. به عشق میگم بله. به عشق میگم بله. آره به عشق. کلکتیولی همه با هم تو این لحظه میایم به این فضایی که خودمون رو قبول میکنیم، خودمون رو میبخشیم، خودمون رو دوست میداریم و تمام کسهایی که تو دنیا به ما لطمه دادن، ضرر زدن، اینها رو میبخشیم و براشون عشق میفرستیم. برای تمام آدم های دنیا، خوب، بد، آدم های نورانی و آدم های سیاه، براشون این عشق رو ما میفرستیم. برای اینکه این قدرت عشق درون خودمونه و این قدرتیه که شفا میده. برای همینه که ما میایم به پاورمون، به قدرت خودمون و اینا درون خودمون فعال میکنیم و با همه اینا ما شیر میکنیم. وقتش شده دیگه. الان وقتشه که ببخشی. Forgiveness. Forgive کنی خودتو و دیگران رو. با خودت شروع میشه. میای اینجا. توجه تو بیار اینجا. و بر خودت میبینی. یهو او خودشو بهت نشون میده. او چون توی خودته. دورته، اطرافته، باهاته، اینجاست.
Atlas Ra, the fierce sun's burning bright. I bless Isis Luna in the night. I bless the air, the grass hawk. I bless the earth on which I walk. You who are the source of all powers, whose rays illuminate the whole world. Illuminate also my heart, so that it too can do your work. کجای دنیا هستین؟ من آرزو خوشبختیتون رو میخوام. سلامتون. ازتون متشکرم که امروز به لایو من اومدین. از این کامنت هایی که میدین خیلی متشکرم، تشکر میکنم. و اینکه این برنامه ما رو شیر میکنیم با دوستان، خیلی ممنونم. امیدوارم که کمکی باشه. ما دو هفته دیگه تور اروپامونو داریم، سه تا کشور میریم، از نروژ، بعد نروژ، لهستان و آخرش در آلمان. اگه در اروپا هستین و امکاناتش هست که خیلی خوشحال میشم که بیاین یکی از ورکشاپ ها یا ایونت های من، برای اینکه با ما تماس بگیرین یک تلفن داریم روی اینستاگرام و آقای احسان میتونین تماس بگیرین، یا با ارگانایزرهای کشورهای گوناگون برای برنامه، یا رو وبسایت من که zarathustra.tv میتونین با ما هم تماس بگیرین دایرکتلی برای برنامه هامون تو اروپا. انشالله در آینده نزدیک با امید خدا ما برنامه های لایو هم برای دوستانی که نمیتونن بیان یا از ایران خارج شن یا امکاناتش نیست، لایو خواهم گذاشت. ما داریم الان ستاپش میکنیم. خیلی ممنونم، متشکرم دوستان عزیز از اینکه لطف کردین، لایو میدین، با ما، با من هستین. پیغاماتون رو میگیرم، سعی میکنم کمک کنم، براتون انرژی بفرستم تا اونجایی که میتونم. و این خودش داره اتفاق میفته. وقت بیداریه، وقت بیداری اومده و ما از این کابوسی که توش هستیم میایم بیرون و بیدار میشیم به وجود اصلی که خودمون هستیم، که اون چیزی که اینجاست. و به اینجا میرسیم که جدایی نیست. یعنی تمام این چیزهایی که میبینیم، تمام این اتفاقهایی که میفته، اینا اسپکت خود ما هست و خود آدم داره خودش رو میبینه. و در این آگاهی آزادی میاد. خیلی متشکرم. انشالله سه شنبه هفته دیگه در خدمتون خواهیم بود. اگه وقت کردید برام کامنت بذارین و یه فیدبکی بهم بدین که چطوره و چه سابجکت هایی رو، چه موضوع هایی رو دوست داریم که در آینده براتون صحبت